بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم پل طبیعت. بچه‌ها سلام، چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. همینطور که علی گفت، اومدیم پل طبیعت. یه فکر کنم پل طبیعت رو تقریبا همه بشناسن. بالای پل مدرس واقع شده، متصل کننده دو تا پارک خیلی محبوب ایرانه. تهران، البته ایران که نه، پارک آب و آتش و حتی ایران، پارک آب و آتش و پارک طالقانی، که اگر بخوایم یه ایده ساخته شدن اینجا و یه داستان کلی و یه تاریخچه کلی اینجا بگیم، مهدی براتون توضیح میده. خب بچه‌ها، قبل اینکه بخوایم یه تاریخچه بگیم راجع به پل طبیعت و اینکه خب چی شد که اینجا ساخته شد، معمارش کی بود و این داستانا، یه خواهش ازتون بکنم، اگه هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید پایین، گوشه سمت راست، گوشه سمت چپ، نمیدونم وسیله زبانتون فارسی باشه یا انگلیسی، و اینکه لایک و کامنت و حمایت یادتون نره. اینا به ما روحیه میده که کارمون رو قوی‌تر ادامه بدیم و ویدیوهای خیلی بهتری تو آینده برای هم دیگه بسازیم. خب پل طبیعت کلن یه پلیه که میتونی روش شاهراهای اصلی تهران رو ببینی، یعنی اتوبان مدرس بگیر، همت و حقانی رو بگی که زیر پاتونه قشنگ، بعد یه منظر زیبایی هم روی پارک طالقانی داری، آب و آتش رو داری و فانوس دریایی پارک بنادر، برج پرچم، برج‌های گنبد مینا هم میتونی نظاره‌گر باشی از اینجا. و اما برو بریم ببینیم معمارش کی بوده و چه ایده‌ای زد به سرش که خب اومد اینجا رو طراحی کرد و این پل طبیعت رو ساختن با هم دیگه. فکر میکنم دو نفر بودن که حالا بخوام براتون بگم، خانم لیلا عراقیان و علیرضا بهزادی هن که حالا از گروه سازه های پارچه‌ای دیبا، اگه اشتباه نگم، از این گروه بودن که به طراحی اینجا پرداختن. و خب اگه بخوایم تحصیلاتشون هم بگیم، خانم عراقیان فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران خودمونن و کارشناسی ارشدشون هم از دانشگاه یو بی سی کانادا گرفتن و توی سال 2016 هم پل طبیعت یه جایزه بین المللی برد و خب از این طراحی که داره، اسم جایزش هم بوده جایزه معماری آقاخان توی سال 2016. و اینکه خب پل طبیعت به عنوان بزرگترین پل غیر خودروییه و میشه بگی که اولین پل غیر خودرویی ایران هم بوده، حتی تا قبل این ما هیچ پلی نداشتیم به این وسعت، و اینکه یه پلی باشه که برای پیاده روی و حالا تفریح و این چیزا ساخته شده باشه. و اما یه جورایی گفتن که پیکرش رو از 33 پل اصفهان و پل خواجو هم ایده برداری کردن و یه شباهت‌های حالا میشه بگی به اون هم داره، ولی ایده‌ای که خود خانم عراقچیان میگه برای این پل، میگه که روزی با همکارم در کوچه‌های تهران قدم میزدیم، به کوچه رسیدیم که پلی از روی یک رودخانه میگذشت، مبل قدیمی هم جلوی یکی از خانه‌ها قرار داشت، مبل را کشیدم و روی پل گذاشتم. به این فکر کردم که چرا همیشه باید فقط از روی پل رد شویم. خب چیکار بکنه از روی پل باید رد چی میده؟ و گفته که چرا فرصتی نیست بتونیم روی پل استراحت کنیم و یه فضای جدیدی تجربه کنیم. خب این پلا بیشتر معبرن و محل عبورن، وای نمیشه کسی استراحت کنه. و خب این ایدهش هم یه چیز جالب بوده برای من. حالا این مثلا توی ذهنش باقی مونده که تا زمانی که به یه مسابقه رسیدن که حالا باید پل طراحی میکردن و از این داستانا، و اولین چیزی که به ذهنشون رسیده این بوده که این پل باید جایی باشه که آدم‌ها بتونن روی اون استراحت کنن، تفریح کنن، با خیال راحت و بدون عجله روی آن مکث کنن و منظرهای اطراف بنگرن. بعدم نکته دیگر به اون اضافه کردن، نظر این که پل پیچ و خم باشه، این پل جوری که انتهاش پیدا نباشه مثل بقیه پلایی که می‌بینیم، یه منحنی هایی داشته باشه، و حالا این ایدهشون برای این بوده که انتهای مسیر دیده نشه و افراد یه حس ماجراجویی و حالا کشف کردن و از این داستان ها هم داشته باشن. این یه تاریخچه کلی از ساخته شدن پل طبیعت. خب بچه‌ها، اگه بخوایم راجع به طبقات این پل طبیعت یه توضیح بدیم، سه تا طبقه داره که حالا من طبقه اولش رو میگم براتون. طبقه اول
این پل اینجوری طراحی شده که یه محلیه به قول خودشون برای شکم گردی و اینکه حالا بیای از رستوران‌ها استفاده کنی، از کافی شاپ‌هایی که داره استفاده کنی، و خب یه محلیه که میتونی خوراکی تهیه کنی و استفاده کنی دیگه، به این منظوره. و 300 به اندازه 300 نفر در مجموع عددی که گزارش دادن ظرفیت داره و 1450 متر هم متراژ طبقه اول در کل. برو بریم ببینیم علی راجع به طبقه دوم چی میگه. خب مهدی براتون طبقه اول رو توضیح داد کامل. طبقه دوم اگر بخوام یه توضیح بهتون بدم، طبقه دوم بیشتر برای استراحت کردن و ریلکس کردنه، اون خستگی که شما خسته شدید از راه رفتن توی کل طبیعت، میتونید اینجا بیاد بشینید خستگی در کنید. یه سری دستگاه برای خنک کردن هوا داره که میتونه واقعا جذاب باشه. این از طبقه دوم. مهدی طبقه سوم چجوریه؟ خب بچه ها اومدیم طبقه سوم که یه ویوی بهتون داده باشیم و ویدیو همینجا بگیریم توضیحات طبقه سومشو. طبقه سومش کلا ساخته شده برای ویو، برای اینکه نگاه کنی بهترین چشم انداز رو داره، مخصوصا موقع غروب آفتاب و طلوع آفتاب یه ویو خیلی خفنی داری و قشنگ میتونی اون لذت کافی که باید ببری از نور و حالا شرایط محیطی رو ببری. خب این توضیح هم که مهدی داد درباره طبقه سوم، من یه توضیح بخوام درباره دسترسی اینجا بدم. دسترسی اینجا اگر تو روزهای کاری بیاد، یعنی شنبه تا چهارشنبه بیاد، ممکنه یکم دردسر باشه با ماشین خودتون اگه بخواید بیاد، ولی اگر بخواید با مترو بیاد، نزدیکترین ایستگاه مترو، ایستگاه مترو حقانیه که بهترین جا پارک هم حالا میتونه اونجا باشه که مهدی کامل بهتون توضیح میده برای جای پارک. اگر هم بخواید با ماشین خودتون بیاید، آدرس دقیق اینجا داریم تهران میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از چهارراه جهان کودک، پارک آب آتش، که اونجا بپرسید با پل طبیعت کجاست، آدرس دقیقتون رو بهتون میگن. حالا اگرم بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنیم از اینجا، نظر شخصی حالا من و مهدی بخواید بدونید، نظر شخصی من میتونم بگم یکی از بهترین جای تهرانه که تا حالا اومدیم و ویدیوشو گرفتیم و حالا یه مدت پیشم حتی شبم اومدیم اینجا، الان تایمی که اومدیم تایم روزشه که خیلی هم جذاب‌تره، یعنی این ویوی که شما خودتون الان میتونید ببینید و تو روز میتونید ببینید، قطعا تو شب یه مقدار اون بازدیده کمتره، ولی نظر شخصی من میخوام بدونین یکی از بهترین جایی که واقعا تو تهران اومدم، از هر نظری که بخواد بگی، از نظر آب و هوایی، از نظر کیفیت اینجا، از نظر پوشش گیاهی اینجا میتونه خیلی خوب باشه، سرسبزی گل و گیاهی که استفاده شده اینجا، حتی آره هواش فوق‌العاده است، حتی اون گلکاریایی که جای جای خود پل استفاده شده میتونه خیلی جذاب باشه اینا برای هر کسی که بیاد استفاده بتونه بکنه. و واقعا نظر منه، حالا نه مهدی نظر تو چیه؟ خب اصلا نتیجه گیری کلیتی بخوام بهتون بگم، خب اینجا یکی از جاهای دیدنی تهرانه واقعا، یعنی یکی از جاذبه‌های گردشگری حرفه‌ای تهرانه که واقعا بهتون پیشنهاد میکنم بیاید اینجا رو ببینید، حالا چه توریست داخلی باشید چه خارجی، باید حتما اینجا دیدن کنید، حالا چه از این جنگل‌های عباس‌آباد قدیم که اطرافشه، چه آب و هوای خفنش و اون رستورانایی که داره، همه چی یه پکیج کاملی براتون میسازه. اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، کانال یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی، فعلا. خب وایسین برو یه ذره بیا نزدیک‌تر، خیلی دوره اینا دیگه، در کجا دارم میاد او بسته بودیم من اینا کجا دارم میاد صبر کنید دارم. از نظر حتی دسترسی شلو دسترسی چی گفتم بیا از دیگر نظر چی ماست از نظر پوشش گیاهی اینجا میتونه خیلی خوب باشه، سرسبزی گل و گیاهی که معماری خوبو میتونه تجربه کنه و یه آب و هوای عالی و اینکه دیگه چی بود؟ خب اوکی من طبقه دوم گفتم، مهدی طبقه سوم رو توضیح بده تو. چی بگم؟ خب طبقه سوم تو زیادی خب اوکی نگاهی کنی به اطراف و خب عکاسی و اینجور چیزا بهترین طبقه است.